طولی نمی کشد که دری باز می شود و شخصی وارد می گردد. قامتی میانه ولی بسیار مردانه، عبایی فراخ به رنگ روشن بر تن و مولوی سفید بر سر دارد. حدوداً 60 ساله به نظر می رسد. گیسوان نقره فامو بر شانه ریخته، پیشانیش بلند و گسترده، بینی کمی خمیده با محاسن سفید و منظم، چشمانش درشت و آرام و در این حال نافذ است و به نظر می رسد در حین صحبت رنگ عوض می کند. در این سادگی عظمت و وقار و حتی جلالی ناگفتنی از حرکاتش مشهود است. علی‌رغم کهنسالی و فراز و نشیب‌های زندگی که ایشان تحمل کرده بودند، هیئت و وضع هیکل ایشان با شکوه و حرکات ایشان موزون و قابل توجه بود. خطوط عمیقی که روی گونه‌ها و بین ابروان ایشان وجود داشت از رنج حکایت می‌کرد که در دوران بسیار سخت زندگی متحمل شده بودند. دست‌هایشان چهار گوش اما ظریف بود. وقتی دستت را در دستشان می‌گرفتند، فشار دستشان محبت آمیز و دوستانه بود. صدای مبارک نیز همچون چشمانشان در بعضی مواقع تغییر حالت می‌داد. گاهی اوقات گرم و دلنشین، بم و نافذ یا بلند و محکم بود. تکلم ایشان همیشه ظریف، عالی و فوق‌العاده بود. لحن دلپذیر و موسیقیای آن حضرت قلوب را تحت تأثیر قرار می‌داد. ایشان شادمانی و خنده را بسیار دوست می‌داشتند. روزی در جمع احبا بیان فرمودند: شما نباید غمگین باشید. این درد و رنج باعث تقویت روحانی شما خواهد شد. و سپس این داستان را برایشان تعریف نمودند. یکی از حکام می‌خواست یکی از رعایا را به مقامی عالی منصوب کند. پس برای اینکه او را تعلیم نماید، او را به زندان انداخت و ترتیبی داد که خیلی رنج ببرد و سختی بکشد. شخص مزبور خیلی از این کار تعجب کرد، چون انتظار لطف و عنایت بسیار داشت. حاکم او را از زندان بیرون آورد و امر کرد چوبکاریش کنند. این کار خیلی باعث حیرت مرد شد، چون فکر می کرد حاکم خیلی او را دوست دارد. بعد از این او را بر سر دار کرد تا نزدیک به مردن رسید. بعد از آن که حالش بهتر شد از حاکم پرسید: اگر مرا دوست داری چرا این بلاها را سر من آوردی؟ حاکم جواب داد: مایلم تو را به مقام صدر اعظمی منصوب کنم. حال که این فشارها و سختیها را گذراندی و تحمل کردی، برای این کار مناسب تر هستی. مایلم تو خودت بدانی که این سختیها چیستند و تحمل آنها چقدر مشکل است. وقتی که مجبوری تنبیه کنی، میدانی که موقع تنبیه شدن انسان چه احساسی دارد. من تو را دوست دارم و مایلم کامل و بدون نقص باشی. حضرت بهاءالله در 40 سال مسجونیت خود کمتر فرصتی یافتند تا با پیروان خیش مصاحبت و معاشرت نمایند و لحاظا این وظیفه مهم به عهده فرزند گرانقدرشان حضرت عبدالبها، مبین آیات الله، مجری کلمت الله و مثل اعلای حیات بهایی قرار گرفت که با جهان امروز که هزاران شؤون مختلفه دارد ارتباط نزدیک حاصل فرمایند. آن حضرت مانند مشعل فروزانی که بر صخره صما بنا شده و در معرض طوفان زمستانی و تلاطم امواج دریای تابستانی قرار گرفته باشد، با کمال متانت و سکون و وقار ثابت و استوار بودند. حیات آن حضرت حیات ایمان بود و از پیروان خیش نیز همواره دعوت فرمودند که به طریق ایشان زندگی نمایند. لحظات عمر مهیمن و طلایی ایشان پر است از نکات پندآموز زندگی. حکایات بر جای مانده از ایشان مملو از روش‌های صحیح ارتباطات انسانی است. لذا هر کس که طریق صواب را طالب است،
بر خود فرض می‌بیند خود را در مسیر کسب از این نصایح مشفقانه و سلوک متعالیه قرار دهد و طریق بندگی و عبودیت را از او بیاموزد. در خاطرات حاج میرزا حیدر علی اصفهانی آمده است: حضرت عبدالبها عادت داشتند که به دست مبارک آبیاری روزه مبارکه می نمودند. هر جمعه و یک شنبه با این که از اعیان و ارکان دولت و ملت و اهالی مشرف و حاضر بودند، به دوش مبارک 60-70 کوزه بزرگ آب حمل می فرمودند، در حالی که جسم مبارک بسیار ضعیف و نحیف بود. در آبیاری ها چند مرتبه واقع شد وجود مبارک را تب شدید آرس شد، لذا طائفین از مسافر و مجاور متفق شدند و اذن حضور خواستند و مشرف شدند و یک مرتبه افتادند و دامن مبارک را گرفتند و به گریه و زاری مسئلت نمودند آبیاری را محض حفظ صحت و خدمت به عتبه مقدسه حضرت احدیت ترک فرمایند و یا به نفوسی که جواهر خلوص و سجودند تفویض فرمایند که نیابتن و وکالتن از قبل مبارک آبیاری نمایند و چون مسئلت نمودند مقبول افتاد. اما آثار حزن از وجه مبارک به شأنی ظاهر شد که با این که مسئلت و تمناشان را قبول فرمودند کل خجل و شرمسار و پریشان و پشیمان شدند و خود را ملامت و نکوهش می نمودیم که چرا جسارت نمودیم و 2 هفته گذشت که آبیاری نفرمودند. بعد کل را دعوت فرمودند و فوق‌العاده عنایت و مرحمت و عطوفت و نوازش فرمودند و بعد از صرف چای و شیرینی و مائده های قدس آسمانی به کمال رأفت فرمودند: تمنای شما را قبول نمودیم و 2 هفته آبیاری ننمودیم، ولی راحت و آسایش و سرور بهجت قلب من در آبیاری نمودن است. جسد و صحت جسمانی اهمیت ندارد، اصل مسرت قلب است و صحت روحانی. روحی و روح من فی البهائه لخضوعهی و خشوع الفدا. سپس فرمودند: حال من هم از شما اذن می خواهم و رجا می نمایم که به حقیقت وجدانتان راضی شوید و اذن دهید که سقایه مقام اقدس را نمایم و کل سهیم و شریک من در عبودیت بوده باشید و تماماً به تمام مسرت تسلیم و تعظیم نمودند و سنت مبارک دائمی شد. باز هم به تو پناه آوردم ای محبوب من. دوباره در زندگی خود بر سر دوراهی ماندم. نمیدانم چه کنم که از من راضی باشی. مقابل شمایل دلربایت ایستادم و به چشمهایی که به وسعت یک دریاست می نگرم. عطوفت نگاهت حتی از درون این کاغذ بی جان به بیرون می تراود. تمامی وجودم را دربر می گیرد و قلبم را به آتش می کشد. می دانم که یاریم خواهی داد ای نور زندگیم، ای ستاره درخشان شبهای ظلمانی جهالتم، ای مولای من، ای عبدالبها دستم بگیر، طریق ثواب را به من بنما. تمامی حیات تو که در آثار و کلماتت متجلی است سرودی است دلکش از مهر و محبت، از صبر و مدارا، از عفو و اقباز، از فداکاری و ایثار. و خاطرات زائرانت پر است از حکایات وفای تو در مقابل جفای خطاکاران. پس ای وای بر من، پس ای وای بر من که هوای نفس مرا به چه افکاری کشانده است. ای وای بر من چگونه خود را لایق بندگیت بدانم اگر در راه تو نپویم. چگونه ادعای محبتت را نمایم اگر نکوشم تا در رفتار خود را به تو نزدیک کنم.
اعتراف میکنم که قیاس نمودن این ذره خاک با آن جان پاک گناهی است بزرگ، اما چه کنم که از قیاس خود با تعالیم مبارکه بدون تجسم یک نمونه عینی عاجزم و توی مسئله علا و عینیت کامل تعالیم مبارکه جمال اقدس ابها. گناهم را ببخش، گناهم را ببخش که جز تو پناهی ندارم. ای حرز عالمیان، ای حسن مؤمنان و ای مصدر قنا و رزق جهانیان، میدانم که هرچه کنم هرگز به خاک پایت هم نخواهم رسید، که منم جوهر خطا و توی دارای اسمت موهوب جمال کبریا. اما دستم را بگیر و یاریم بده تا به سویت بشتابم، که چون نظرگاه هم تو باشی هرگز از صراط مستقیم منحرف نخواهم شد. دستم بگیر عبدالبها. کلام شفاهی یا خاطراتی از حضرت عبدالبها که حاصل تجارب و تعابیر قدمای احباب است که ایشان را ملاقات کردند، گنجینه هایی از ایام اولیه امر بهایی و گزارش های بی نظیر از نحوه تأثیر کلام حضرت عبدالبها هستند که احساسی از شور و شوق، مهر و بردباری، بینش و حکمت حضرت عبدالبها را به خواننده می بخشند. خاطرات و تشرف رامونا آلن براون نیز از همان گنجینه ها محسوب است. رامونا آلن براون در کالیفرنیا متولد شد و در سن 15 سالگی به امر مبارک اقبال بود. او با مبلغین بزرگ و بسیاری از احبای برجسته و متشخص آشنا گردید و روابط دوستانه یافت و در سال 1912 به همراهی خانواده محترمش در کالیفرنیا از حضرت عبدالبها استقبال کرد. او در کتاب خاطراتی از حضرت عبدالبها چنین نوشت: آن لحظه جادویی دیدار مسرت بخش و بهجت اثر حضرت عبدالبها مانند مشاهده اولین اشعه سرخ فام بامدادی خورشید بود که در صبحگاهی آرام از ورای افق میتابید. قربیت الهی بود که احساس میشد و شکر و سپاس از فیض بودن در کنار او بود که قلب را آکنده بود. موقعی که به حضور اطهرش تشرف یافتیم، نوری درخشان و زیبا ایشان را در بر گرفته بود و به نظر می رسید که اتاق در نور خورشید مستغرق شده است. چند شاخه گل رز زرد رنگ که از باغچه خانه چیده بودم به ایشان تقدیم کردم. بسیار خوشنود شدند. با لبخندی بر لب از من تشکر کردند و به نظر می رسید از هدیه حقیر من خوشحال شدند، زیرا ایشان می دانستند که محبت من همراه آن هدیه بود. موقعی که در دیدگان من نگریستند، چشمان پرمهر خندان ایشان روح و روانم را مهتز ساخت. به نظر می رسید که این چشم ها به من می گویند که آن حضرت بر هر آنچه که در دل و جانم می گذشت و هر آنچه که به من مربوط بود واقف بودند. احساس می کردم در جهان دیگری سیر می کنم. در آن لحظه در سکوت و آرامش قلبم را به ایشان هدیه کردم و زندگیم را وقف ایشان نمودم. دعوت به جلوس نمودند و در ادامه به ما فرمودند: حالا زمانی است که هیچ تأییدی نازل نمی شود الا برای پاشیدن بذر. هر نفسی که در این زمان بذر بپاشد معید است. جمیع یاران الهی بذر پاش هستند، همه باغبان هستند. هر نفسی که در پاشیدن بذر موفق تر باشد و هر نفسی که در مراقبت از باغ توفیق بیشتر حاصل نماید، اعظم نتایج را برداشت خواهد کرد. اگر باغبان ماهر نباشد، محصولی برداشت نخواهد کرد. اگر کسی که بذر را می پاشد قابل و کاردان نباشد، هر قدر که سخت کار کند خرمنی برداشت نخواهد کرد. لذا هر یک از شما باید سعی کنید در نهایت کاردانی بذر بپاشید. باغبان ماهری باشید تا محصول فراوانی جمع‌آوری گردد.
وقتی حضرت عبدالبها به بیانات خود خاتمه دادند، قلبم از شدت سرور و حرارت محبتی که نسبت به ایشان احساس می کردم آکنده بود. با خاطره پایدار ایشان در جان و روحمان، با تنین صدای آرام و دلنشین ایشان در ژرفای روانمان، با نصایح و هدایاتشان در اعماق دل و قلبمان، آن مکان را ترک کردیم. در آرامش وجودم، در عمق جانم، در کمال سکوت دعا می کردم که قلوب دوستان من از ملاقات حضرت عبدالبها تحت تأثیر قرار گرفته باشد و با تمام وجودم امیدوار بودم که آنقدر تأثیر پذیرفته باشند که تعالیم ایشان را پیروی کنند و الالعبد در ظل ایشان قرار گیرند، چرا که خود فرموده بودم من همیشه با شما هستم. هزاران سخن ناگفته بر لب دارم که با هیچ کس نتوانم گفت و فقط تو را یافتم که با تو سخن بگویم، ولی فاصله فرسنگی که میان ما افتاده سخن گفتن را سخت کرده، چرا که بنده زندگی گشتم و این بندگی روزگارم را با خاری و سستی پر کرده و شبهایم را با اشک و اندوه سراسر نموده است. ای کاش می شد که این فاصله را کم می کردم. تنها و غریب گشتم. تیرگی زندگی مرا در آغوش کشیده و اندوه و ناامیدی بر من چیره شده. عادت طمع بر گذران عمرم سایه گسترده و لذت زندگی و عشق را بر من پوشانده است. نوازش دستان غفلت و خطا برایم بسیار نرم و لطیف آمده و پایبندی و تعهدم به اخلاق و انسانیت کمرنگ و کمسو گردیده. چه کنم که جز بیان عجز چاره اینه و به غیر از اعتراف به قصور بهانه‌ای نیست. در صحرای گسترده این اندیشه ها سرگردان بودم و به قصد ترک این مکامن سرد و بیروح افتاده در این تاریکی و ظلمت نور را طلب می کردم و ستیز با سختی ها و جفا را در ذهن می پروراندم و فکر ترک چنین جایگاه هایی را در باورم قوی تر و قوی تر می ساختم. هرچند که توان انجام چنین کارهایی در نگاه اول از نظر غیر قابل پذیرش بوده و یارای تلاش در این مسیر در ذهن محدودم مفقود می آمد، به فکر فرو رفتم و قدرت توجه و تمرکز خود را فزون ساختم تا راهی بیابم. زمان می گذشت. در آن لحظات سکوت و غربت به ناگاه لبخند زیبا و دلربایت بر ذهن تجسم یافت. بی اختیار نام مبارکت بر زبان جاری گردید. به یادم افتاد. راستی تو خود گفته بودی که دستم را خواهی گرفت و یاریم خواهی داد. پس کجایی ای محبوب من؟ آیا چهرم را به یاد می آوری؟ آیا نجوای مرا می شنوی؟ بار سنگین درد مرا می بینی؟ رحمی بر من کن و نگاه پرمهرت را بر من بینداز و لبخندی در فضا بزن که به من خواهد رسید و مرا جانی دوباره خواهد داد. چشمه آب حیات گرد کلام و ندا و نگاه تو جاری است و اکنون بر این تلاشم که عهد و پیمان خود را بار دیگر با تو قوی سازم و به امید الطافت دل محکم بندم. میخواهم که سراسر زندگیم را از تعالیم تو پر کنم و به تو بیندیشم و به دنبال تو باشم. یوغ بندگی تو را برگردن نهم و اطاعت و رضایت تو را سلوحی زندگی خیش بینم. ای نگهت خواست که آفتاب بر من ظلمت زده یک شب بتا، پرده برانداز چشم ترم تا بتوانم به رخت بنگرم. من بنده تو هم.
من بنده تو هم، قدرت و اراده پنهان تو قانون من است و البته میخواهم که زین پس فرمان برداری خوبی برایت باشم. با وجود دوری از تو، با شفقت و عشق مرا زندگی بخشیدی، عشقی که حال چشمانم را گشوده و قلبم را به تسخیر خود درآورده، صبر و طاقتی مقدس به من عطا نموده که خود را باز یابم و از تو سخن بگویم. پس بار دیگر تمنایم را قبول نما و چراغ زندگیم را به روغن مهر و امیدت پر کن و مگذار که خاموش شود و به سان دریایی که جویباری ضعیف را برخیش می کشد مرا در خود بپذیر. روا مباد که بر بندت نظر نکنی، روا مباد که اربابی جستو بگزینم. نگاه گرمت را از من دریغ مدار و التماس دست هایم را قبول فرما. ای حضرت.